سلام دوستان عزیز به کانال خودتون خوش اومدین داستان هایی که اینجا میشنوین بر اساس واقعیت برای همین به خاطر حفظ امنیت دوستان تنها اسمای واقعی عوض شده اگه میخواین همیشه از شنیدن این داستان ها بهره من شید لطفا زنگوله رو فشار بدین و روی زنگوله سیاه کلیک کنین بریم برای داستان امروز من و شاهین به صورت سنتی ازدواج کردیم من دانشجوی سال اول دانشگاه بودم و شاهینم توی مغازه آهنگری شاگردی می کرد. اما خانواده من که خانواده کاملا بسته ای بودن و سر جریان دانشگاه رفتن هم بسات داشتم تا شاهین اومد خواستگاری واسه اینکه یه نون خور زودتر از خانواده کمشه سری قبول کردن و من و شاهین ازدواج کردیم. اوایل شاهین با دانشگاه رفتنم مشکلی نداشت ولی یواش یواش شروع کرد بهونه گرفتن. بعدم که حامله شدم و کلا دانشگاه رو بوسیدم گذاشتم کنار. یک سال و نیم از زندگیمون گذشته بود که صاحب یه دختر کوچولوی ناز شدیم شاهین مشغول کارش بود و منم سرگرم دخترمون روزا همینجوری میگذشت تا اینکه یه روز تو جیب شلوار شاهین مواد مخدر پیدا کردم وقتی بهش گفتم زد زیرش گفت مال من نیست مال یکی از دوستامه منم که اصلا باورم نمیشد شاهین دورآور اینجور چیزا بره قبول کردم اما چهار پنج ماه از اون قضیه گذشت که چهره شاهین عوض شد یواش یواش زیر چشماش سیاه شد و گود افتاد یه در میون میرفت در مغازه روزایی هم که خونه بود انقدر بد اخلاق بود که اصلا نمیشد باش حرف زن. یواش یواش کارش به جایی رسید که تو خونه مواد میزد من رفتم پیش پدرم و شکایت کردم ولی عقیده مزخرف خونواده من این بود که با لباس سفید عروسی میرن خونه شوهر و با کفن سفید میان بیرون واسه همین پدرم گفت دیگه راجع به این قضیه با من صحبت نکن. برو به شاهین کمک کن تا مواد رو ترک کنه. نه اینکه تو بخوای ترکش کنی. یه خورده که فکر کردم دیدم پدرم راست میگه. بالاخره شاهین پدر بچم بود. وقتی برگشتم خونه باهاش حرف زدم و قانعش کردم ببرمش کمپ بخوابونمش. اما بعد از دو هفته که برده بودمش کمپ از اونجا زنگ زدن و گفتن فرار کرده. هر چقدر دنبالش گشتیم پیداش نکردیم تا اینکه سه چهار ماه بعد از زندان زنگ زد و گفت با یه عالم مواد مخدر گرفتنش و حکمش هنوز معلوم نیست ولی معلوم بود حکمش چی میشه من که دیگه خیلی خسته شده بودم تصمیم گرفتم قیابی ازش جداشم تقاضای طلاق دادم و قاضی با طلاقم موافقت کرد یه چند ماهی تو همون خونهی که اجاره کرده بودیم نشستم تا سر سالمون بشه وقتی سر سال شد پولی نداشتم که بتونم برم جای دیگر رو اجاره کنم پدرم هم وقتی شنیده بود جدا شدم پیغام داده بود بگین دورور من پیداش نشه نمیدونستم چی کار کنم توی روزنامه دنبال شغل میگشتم تا اینکه یه روز یه آگهی دیدم که نوشته به یه خدمتکار خانم تمام وقت توی خونه احتیاج داریم جای خواب و غذا هم مهیاست تلفن زدم معلوم شد یه خانم و آقای موسنی زندگی میکنن. خیلی پیر نبودن. دلشون میخواست یکی باشه که صبح تا شب کارهای خونه رو بکنه و شب که میشه مراقبشون باشه. بعدم گفتن دو تا اتاق تای حیات هست که میدن به هم بشینم. قبول کردم. بهشون گفتم من یه دختر بچه دارم و اونا هم قبول کردن. خلاصه همه چی جمع هم کردم و از کشی کردم رفتم اونجا. خونواده خوبی بودن. همه خرج و مخارج من و دخترم رو میدادن. از غذایی هم که درست میکردم خودمون میخوردیم. ماه به ماه هم یه پولی به هم میدادن. همین باعث شده بود بتونم اون پول ماهیانه رو جمع کنم. روزا هم اینجوری میگذشت تا اینکه دخترم رفت مدرسه. یکی دو هفته که از مدرسهش گذشته بود اومد گفت یه جلسه یه و گفتن پدراتون باید بیان. من بهش گفتم برو صحبت کن بگو که پدر من نیست. گفت من روم نمیشه برم بگم. تو خدا مامان یه کاری بکن به یکی بگو بیاد منم که همینجور داشتم فکر میکردم یه هو یاد آقا بهزاد افتادم همون آقایی که تو خونشون بودم تصمیم گرفتم باهاشون صحبت کنم و ازش خواهش کنم که تو این جلسه شرکت کنه پا شدم رفتم خونشون وقتی مطرح کردم یهو خانم خانومش با خانوم گفت ببین عزیزم از اینکه این همه بهت موقعیت خوب دادیم سوء استفاده نکن. برو توضیح بده که پدر بچت چی کاره بوده. این کار درست نیست. این کار دروغه. من که خجالت کشیده بودم چشمان پر اشک شد و از اونجا اومدم بیرون. فرداش جلسه بود. من و دخترم داشتیم میرفتیم سمت مدرسه که یهو دیدیم آقا بهزاد بوغ میزنه. گفت من میرسونم اتون. وقتی هم رسیدیم مدرسه گفت نمیخوام فریبا چیزی بفهمه اما تو جلسه شرکت میکنم بعدم به جای پدر دختر من رفت و تو جلسه خودشو معرفی کرد من و دخترم از خوشحالی نمیدونستیم چی کار کنیم کلی ازش تشکر کردیم اما همون شب به هم پیام داد که من تشکر خوشگخالی نمیخوام فقط با کلام نمیشه ازم تشکر کنی باید یه جور دیگه جبران کنی خودم رو زدم به اون را براش نوشتم هر کاری بگیم براتون میکنم گفت کار خاصی نمیخوام بکنی هر کاری هست من میکنم از حالا به بعد بیشتر از قبل بهت میرسم فقط کافی سیغه ای منشی براش نوشتم آخه فری با خانم چی؟ نوشت فری با خانم دیگه از کار و زندگی افتاده خودش به من گفته برو سراغ یه زن جوون من خیلی وقت چشمم دنبال توه اما نمیدونستم چه جوری بهت بگم بهش گفتم اجازه بدین فکرامو بکنم فرداش که شد به دخترم گفتم باید از اینجا بریم با پس که داشتم گشتم و یه اتاق پیدا کردم و از اونجا اسباب کشی کردیم و رفتیم دلم نمی اومد بزنی که این همه به هم محبت کرده نارو بزنم دلم نمی اومد به صفری که به هم نون رسونده خیانت کنم همون موقع که دانشگاه میرفتم، با یه دختری به نام سمیرا دوست شده بودم. گاهی با هم دیگه حرف می زدیم و درد و دل می کردیم. به سمیرا گفتم چه اتفاقی افتاده. سمیرا موزاش بهتر از من نبود. برگشت به من گفت تو نمی فهمی. این روزا باید حواست به نون خودت باشه. نون این اونو آجر میکنم چیه؟ دختر تو دیوونه ای؟ مرد پولدار خوب خودتو می چسبوندی بالا؟ اگه دیگه نمیری اونجا من برم صحبت کنم من برم هرچی بهش گفتم سمیرا این کار درست نیست گفت تو کاری نداشته باش عیسی به دین خود موسا به دین خود خلاصه رفت و اونجا صحبت کرد و بهشون گفته بود که دوست منه گفته بود دنبال کار میگرده و حالا که دیگه نمیاد من میتونم بیام و کارشو انجام بدم اونا هم قبول کرده بودن یکی دو هفته بعدم با آقا بهزاد دوست شده بود و سیغی آقا به احزاد شد. اما بعد از مدتی که گذشت فریبا خانوم فهمید و با یک رسوایی آنچنانی از خونه بیرونش کرد. دیگه هیچ جایی رو نداشت بره. فریبا خانوم تمام وسایلش رو گذاشته بود دم در. بشقاهرش هم گفته بود اگه میخوای دنبال این زنی که بری تمام ماجرا رو برای بچه همون که خارج از کشورن توضیح میدم. همه ی مال و انوالم ازت میگیرم. آقا بهزادم که سیغشون سه ماهه بود بعد از سه ماه دیگه تمدید نکرد. الان چند وقتی که سمیرا از همه جا رونده و مونده اومده پیش من. اما من خوشحالم که به هر علتی به دستی که بهم به نور رسونده بود خیانت نکردم. از خودم راضیم. خدا رو را برای همه چی شکر. دوستان عزیز اگه شما هم مایلین داستان زندگیتون رو با ما به اشتراک بذارین برامون کامنت بذارین تا راه ارتباطی رو بهتون بگیم کانال رو سابسکرایب کنین تا از لطفتون بیشتر انرژی بگیریم ممنون سپاس از اینکه کانال زندگی ایدال رو انتخاب کردین فراموش نکنین که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست